پرسم چطور این دوستان آری دویتور هستم. حقیقتا حالم خیلی بده، تب و لرز و اینجور چیزا، ولی این یکی ویدیو رو حتما باید میساختم، اینو حتما باید میساختم میذاشتم. آره چرا؟ چون که الان 2 سالی که دارم اسکیت میکنم، یعنی با بهمن این ماه دقیقا شد 2 سال که من دارم اسکیت میکنم. او میریم یه مروری داشته باشیم به تریکایی که زدم از اول تا الان، اون مهماشونه که خیلی مثلا مهم بوده تو تاریخ اسکیتینگ، هم همه رو یه دور بررسی کنیم ببینیم. خب اینجا 1.5 ماه بود که داشتم اسکیت میکردم، این تخت چوبا رو هم چیدم، اومدم روش آلی بزنم، ردش کردم، خودم هم باورم نشد اون دفعه که تونستم خوب درست حسابی ردش بکنم. اینجا ماه چهارم اسکیتم بود که کیک فلیپو یاد گرفته بودم. کیک فلیپو خیلی خوب میزدم، قبلا استایل کیک فلیپو بهتر بود، ولی باید دوباره استایلش رو درست کنم. اینجا میتونید اولین چشمای فری استایل رو ببینید که شروع کردم تریک فری استایل زدن. یه ریل فلیپ ساده بود که اون موقع میزدم. آخ این یکی رو هیچ وقت یادم نمیره. این اولین ویریال کیکم بود که 27 دقیقه طول کشید. بر اون موقع بیشترین ترایی بود که برای یه تریک داده بودم. الان یه 3 ساعت 4 ساعت یه ترایی میدم، ولی این ویریال کیکه خیلی هم خوشحال شدم بعدش. هوا هم تاریک شده بود. آخ این به یاد اون موقع با دوستم رادین، حالا آیدی اینستاشو میذارم زیر دیسکریپشن، با هم میرفتیم اسکیت پارک لیو. اینو گذاشتم گفتم میخوام عروش آلی بزنم، گفت چی؟ و فرست ترای عروش زدم. این آلی فرست ترای بود در روی این، یادش بخیر. او این تیریکه برای اینکه روی تیکه چوب بزنم چقدر ترای دادم، هوا روشن بود که من ترای دادم تاریک شد، ولی چقدر ترای دادم. الان فرست ترای مثلا میزنمش هم راحت، فرست ترای بدنش مشکلی رو 3 برابر این میزنم. یادش بخیر موقع چقدر ترای دادم. اینجا ویریال کیکام استایل خیلی خوبی گرفته بود، یعنی چقدر طول کشیدن دوباره همین استایل برگردن، چون ویریال کیک دیگه نمیزدم، استایلش دستم در رفته بود. خب من هیچ وقت پله به جز عالی چیزی نمیزدم. این اولین بار بود که رفتم گفتم نه باید بترسم و وانیتی از 2 پله زدم. نمیدونم ما چندم اسکیتم بود، وانیتی از 2 پله زدم لند کردم و اینجا بود که ترس پلم ریخت. اینجا اولین بارایی بود که دیگه وارد نهجول شده بودم، پاپ شاپ 2 پله. یعنی همه مثلا شروع میکنن اسکیتو، یه اسکیت میخرم میان نهجول. من چقدر مثلا کیک فلیپ و 50 و وریال این چیزا رو همه رو دربردم، بعد گفتم تازه حالا میتونم برم نهجول، زشته بلد نباشم پاشم برم نهجول. یادش بخیر. و رفتم دیدم اونجا نه اینطوری هم نیست، یه مش پوزر. آخ اینجا یکی از بچه‌ها داشتش ریل میزد، منم که هیچ وقت تو زندگیم ریل نمیزدم و نزده بودم، این اولین ریلی بود که تو زندگیم زدم. خودم خیلی تعجب کردم، لندش کردم. این اولین ریلم بود. نگاه کن از اون ورش یه حدود 3 تا پله ارتفاع دراپ داره. این اولین ریلی بود که من زدمش. اینجا دیگه توی یه سری از تریکای مثل گرب و اینا خوب شده بودم، نوز گرب میزدم از 2 پله به پایین. یادش بخیر. این حرکت داستان خیلی قشنگ پشتش داره. من همیشه گوشیمو سایلنت میکنم میخوابم. یه بار یادم رفته بود سایلنت کنم، ساعت چند بود، 7 صبح بود اینا. دوستم پیام زنگ زد بهم گفتش که میای بریم امروز نهجول فلامینگو رن کنیم. گفتم اوکیه. کی؟ گفت الان میتونی بری. گفتم میام. ما فاصلمون تا اسکیت پارک نهجول بوده 1 ساعت راهه با ماشین. بعد پاشدم رفتم اونجا و فلامینگو رو لند کردم. البته بهش اسمش اشتباه در رفته، فلامینگو این کلف رپ اسمش. اینجا دیگه اولین ریل تو ریلی بود که زده بودم. یادش بخیر اینجا دیگه یه خورده جدی‌تر شده بودم راجع به فری استایل. چه خوشحال شده بودم از ریاکشنم معلومه. اینجا خیلی جدی‌تر شده بودم. آخ این ویدیو داستان خیلی قشنگی داره. این ویدیو یکی از مهمترین ویدیوها تو تاریخ اسکیت بوردینگ من. شاید بگیم مثلا چرا، شاید اونقدر چیز خاصی نباشه، چون الان حرکت رو من فرست رایو ترکیب بازار حرکت دیگه میزنم. این اولین باری بود که حرکت رو زدم.
دنهام هیل، یه پرو اسکیتر انگلستانی اگه اشتباه نکنم، این پستم رو پست کرد، این پست هم پست کرد به عنوان اولین فری استایلر ایران. بعد اونجا بود که من شناخته شدم بین فری استایلرهای دنیا، چون پرو اسکیتر بود بقیه میشناختنش، بقیه از طریق پیجش اومدن پیش پیج من. مایک آسترمن هم که دارنده کمپانی والتس هست همین پست آشنا شد با هم، آشنا شد مایک آسترمن و منو فالو کرد، یه سال بعدش نمیدونم چرا منو آن فالو داد، پست هم استوری میکرد یادش بخیر، ولی حالا ولی کمپانی والتسش هنوز منو فالو داره. اینجا اولین باری بود که ایمپاسیبل لند کردن، ایمپاسیبلش که اولین ایمپاسیبل نبود، زیاد ایمپاسیبل نبود، ولی قبل تیر فیلپ هم لندش کردم. ماه 8 اسکیتم بود که ایمپاسیبل رو زدم، خیلی خیلی خوشحال شده بودم که ایمپاسیبل زدم، چون ایمپاسیبل رو من یکی از تیرگاهی بود که از شروع کردن اسکیتم میخواستم بزنم، اون جز بهترین تیرگاهه. آخ آخ این تریک، این تریک چقدر من سر این تریک ترای دادم که 360 بچرخم، 360 چرخیدم اومد روی سویچ منوال، 180 هم چرخید، شانسی بود. این این من آلی نورس نمیتونستم بزنم، تنها مدلی که آلی نورس میزنم این شکلی بود، عجیبه نه؟ 2020 این اولین تریکم بود برای 2020، اسپیشال تریک سرژیو سانتورو رو زدم. کامنتاشم نگاه کنین، یکی پربارترین پستام کامنت گذاشته، هم جانی گایگر هم سرژیو سانتورو جفتشون کامنت گذاشتن تو این پست. چیز ویدیو یادش بخیر با دوستم پیام بود که سینکرایزیشنش کردیم دوتا تریکو با هم، یادش بخیر چه روز خوبی بود، اون روز میرفتیم نهجل، اون روزا کرونا نبود، الان یه سال بدبخت شد. اولین تیری فیلیپ هم ماه 9 یا 10 اسکیت هم بود، اولین تیری فیلیپ هم زدم، یادش خیلی پستش هم کردم. خیلی چقدر تیری فیلیپ هم استادش بد بود، همش با پای جلو بود. اینجا اولین باری بود که 50 هابا زدم، از این کلن روی هابا و اینجور چیزا من هیچ وقت تیریک نمیزنم، این بار به ترسم قلبه کردم 50 هابا رو انداختم. ریل فیلیپ تو ریل، چقدر این تریک منو خوشحال کرد. ببین چقدر من می‌خواستم این تریکو بزنم، مدت‌ها بود که می‌خواستم تریکو بزنم. بود تخته استریتم خیلی سخته که تعادل دوباره رو چرخا حفظ کنی، چون رو چرخا نیست تعادل، بیشتر رو پیچ‌ها و اکسل‌های کنار تراک. این یکی تیری که می‌خواستم پاپشا واندر فیلیپ بزنم، شد 7 وریال کیک آندر فیلیپ لند شد، اصلا انتظار نداشتم لند بشه، یعنی بعدش هم نتونستم لند کنم دوباره، دیگه ترایی ندم اونقدر، ولی اینو اصلا انتظار نداشتم لند بشه، اصلا خودم اینطور شدم. زدمش. اینجا کاسپر فیلیپ آندر فیلیپ که بهش میگن انگلیش فیلیپ، من تو 15 دقیقه 3 تا لند کردم، این تمیزترینی بود که زدم، فکر کردم ساده است، یعنی تو 15 دقیقه 3 تا لند کردم. و نگو که تریک اصلا ساده ای نیست، هر کسی هم نمیتونه بزنه. کولد کنلز اگه اشتباه نکنم مخترع خود این تریک اومد کامنت گذاشت و منو فالو کرد و اینا، یادش بخیر. او این تریک 360 دابل فلیپ، این 360 دابل فلیپ رو یه بار زدم خیلی تمیز، انقدر 360 دابل فلیپ من ترای داده بودم که تری فلیپ دیگه نمیتونستم بزنم، یعنی یو میبنم تری فلیپ بزنم 360 دابل فلیپ فرست لند میشد، باورتون میشه؟ انقدر 360 دابل فلیپ به جای تری فلیپ زده بودم. این پاپ شاف نوزگرابه دو پلنم دوست دارم، خیلی تمیز و قشنگ شد. نایتمر فیلیپ، یعنی انقدر من این نایتمر فیلیپ ها رو ترایی داده بودم هاش. نایتمر فیلیپ میزدم راحت رو فلت، این باعث شد که من دوباره وریال هم دست بدم، یعنی نایتمر فیلیپ میتونستم لند کنم ولی وریال نمیتونستم، چون انقدر عادت کردم زیاد فیلیک بدم. نایتمر فیلیپ رو من این تمیزشه که تو سال اول اسکیتم زدم، تو این اولین نایتمر فیلیپ هم بیارم، اولین نایتمر فیلیپ اینا، نایتمر فیلیپ ایناش، این زیر یه سال بود فکر کنم این اولین نایتمر فیلیپ هم بود. خب این تریک، من حالم بد بود،
یعنی وضعیت بدنی و اینجور چیزا اصلا احساس میکردم کرونا گرفتم، وسط کرونا بود و گفتم که برم این اصلا حالم خوب نبود اینجا داشتم میمردم از حال، ولی گفتم باید برم این تریکو بزنم بیام اگه مردم یه این آخرین تریک ازم به جا مونده باشه تو روزی که کرونا گرفتم. یادش بخیر هم پام درد میکرد، مصدوم بود، هم کل بدنم. این تریک یکی از مورد علاقه ترین تریکایی که تو تاریخ اسکیتم انجام دادم، کمتر دیده شده تو سطح جهانی، تو ایران که کسی نزده. این تریکو چقدر خوشحال شدم که تونستم لند کنم، همیشه دوست داشتم اینو بزنم. یعنی اینی که میبینید حدود یه سال پیش من اینو میخواستم بزنم، یه سال پیشش یعنی میخواستم بزنم این حرکت رو، اون موقع تازه تونستم بزنمش. ایمپاسیبل دو پله، اینم همیشه خیلی دوست داشتم بزنم. اینجا یک سال و 10 ماه بود که اسکیت میکردم. خب اینجا تریک اختراعی خودم میبینید، داک فلیپ، که ریل فلیپه، آندر فلیپه با یه بادی وریاده به این بر. این تریکو کاملا ساخت خودم، اختراع خودم. خب این پست هم توی ویرتریکس پست شدش، تریپل ریل فلیپ ایکس بود که خیلی تمیزم زدمش، میخواستم دابل ریل فلیپ بزنم تریپل شد. این تریک 360 آندر فلیپ میخواستم همیشه بزنمش، قبلا ترای داده بودم، خیلی بد خوردم زمین، این پهلومون همه خونی شد و در استخوناش ضربه دید. این شد که یه مدت ترای ندادم، بعدش رفتم ترای دادم، توی 7 دقیقه لندش کردم. خب میرسیم به آخرین پست‌ها که تیر فیلیپ با بدون استفاده از پای جلوه. خب این بود از 2 سال اسکیتینگ من. به خاطر خود صدام گرفته است و خسته است، ببخشید چون حالم اصلا خوب نیست، ولی این ویدیو رو باید میگرفتم چون 2 سالی که دارم اسکیت میکنم، ویدیو مهمی بود که بگیرم. خب لایک و سابسکرایب بکنید حتما. تا ویدیوی بعدی.